بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد محمدی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی. دوستان از من خواستن که 3 دقیقه در مورد مرحوم طالقانی و بحث مدارا و گفتگو صحبت کنم و یک بحث چالشی هم گفتن باشه. من یک نکته دارم و اونم این است که مدارا با مداهنه فرق داره. مدارا یعنی ما در حوزه اندیشه و تفاوت‌ها، چه تفاوت‌های مذهبی، قومی، نژادی، جنسیتی، با دیگران رابطه ی همراه با تساهل و مدارا داشته باشیم و همدیگر رو تحمل کنیم. مداهنه یعنی ما در برابر رفتار غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر وجدانی دیگران به حساب برخورد مناسب نکنیم. این دو با هم خیلی فرق داره. من تصورم این است که چالشی که الان باش مواجهیم اینه. ما الان بزرگترین نابود کننده آب در جهان هستیم. بیشتر از 90% منابع آبی ما نابود شده. بزرگترین تخریب کننده جنگلیم. بزرگترین تخریب کننده خاک در دنیا هستیم. شاید یکی از بزرگترین عواملی که موجب انزوای سرمایه‌های اجتماعی ما هست رو در این دوره شاهد هستیم. سوال اینه که آیا مداهنه یا مدارا یعنی که ما مثلا اگر کسانی چاهای غیرقانونی زدن، تخریب محیط زیست کردند یا اینکه خاک رو نابود کردن، ما با اینا مدارا کنیم؟ به این معناست. در واقع در برابر کارهای خلاف وجدان، خلاف قانون، خلاف اخلاق ما رفتاری از تساهل و مدارا داشته باشیم؟ من گاه فکر میکنم اصلا خدای ما هم اینجوریه. ما یه خدایی رو دوست داریم که ما خلاف بکنیم و او پاکش کنه. ما خدایی رو دوست داریم که در واقع همیشه گذشت کنه. اما عملا داریم میبینیم که اینجور نیست. خداوند هم اینجور نیست. همونطور که هستی که عملکرد خدا هست اینجور نبوده. بنابراین اگر بخوام با یه جمله اینجوری بگم که آیا مرحوم طالقانی در برابر ستم، تبعیض، فساد، ظلم مدارا میکرد، یعنی مداهنه میکرد، جدی نبود؟ یه بحثه. و من اینجا میخوام عرض کنم که اگر مدارا رو به معنی این بگیریم که ما در برابر رفتار خلاف قانون، خلاف اخلاق و خلاف وجدان آدم ها مدارا کنیم، باید بگم عقب مانده ترین کشورها بیشترین مدارا رو دارن و پیشرفته ترین کشورها کمترین مدارا رو دارن، در حالی که اینطور نیست. ما در دانشگاه شاهدیم که اگر دانشجو خوب کار نکنه، انتظار داره استاد باش همراهی کنه. اگه استاد دقت نکنه، کارشو خوب انجام نده، دوست داره که مدیریت دانشکده نسبت به کاری که انجام نداره، اینو نمیگیم مدارا کنه، باید بگیم مداهنه کنه. و به ما در دنیا شاهدیم که کوچکترین خلاف اگه کسی بخواد بکنه باش جدی قانونی برخورد میکنن. بنابراین این دوتا با هم بسیار فرق داره. بله، مرحوم طالقانی اهل مدارا بود ولی اهل مداهنه نبود. یعنی حاضر نبود برای خلافهایی که خلاف وجدان، خلاف اخلاق، خلاف قانون، بگه که من مدارا کنم در این مورد. و من خودم به عنوان کسی که افتخار داشتم مدت‌ها در زندان همراهشون بودم، خدمتشون بودم، قبل از انقلاب بودم، کاملا شاهد بودم که در حالی که رفتار مربوط به تحمل عقاید دیگران رو، نوع خصلت‌های افراد دیگر رو تحمل می‌کرد، ولی هرگز اهل مداهنه نبود. و به همین خاطرم این همه در زندگی دچار مشکل شد و این همه دو زندگی، چه در برابر نظام، چه در برابر کسانی که اندیشه‌های خلاف ایشون داشتن، دچار تنهایی و انزوا و مشکل شد. این به نظر من یکی از مسائل جدی هست که بحث چالش برانگیزه برخورد با مرحوم طالقانی است که بله، ایشون اهل مدارا بود ولی اهل مداهنه از نظر من نبود. خیلی متشکرم.